آنام و یاد خداوند من نان شروع میکنیم دیگه از بازی های هفته 18 لیگ برتر والیبال کشور. نقاط بین دو تیم چادر ملوی اردکان و حوسان رامسر در اول کار و در اولین امتیاز این بازی، آبشار زیبا و جانانه از علی عثمان فریاد. در این فرصت آرمین قلیچ نیازی در خط سرویس برای تیم حورسان رامسر، سرویسیو میزن، دریافتی بعد از حمسه زرینی که امتیاز دو رو برای تیم رامسر برمغان میاد. جوانان خوشاتی والیبال ایران آرمین قلیچ نیازی سرویسو میزنه، اسم کارخانه دریافت کنه و جمال و کیاوش حیدری به دست دفاع برخورد میکنه. قلیچ نیازی دریافتی ناقص داره که منجر به اولین امتیاز تیم چادرمالوی اردکان در این رقابت میشه. عرفان نوروزی کاپیتان تیم ملی جوانان کشور رو میبینید که سرویسیو میزنه واسه تیم چادرمالو. حمزه زرینی توپشو بلند میکنن، عثمان فریاد اسمشو میزنه ولی به اوت میزنه. عرفان نوروزی کاپیتان تیم ملی جوانان کشور آروم میزنه. جابر اسماعیل پور میانگین سنی تیم حورسان خیلی پایینه، تیمی که با سرمربیگری محمدی راد به دیگه برتر سال 1402 ورود کرد، اما الان جناب آقای آرش صادقیانی سرمربیگری این تیم براده دارن. عثمان فریاد جلو داریان پاس میده به کیاوش ایدری و دفاع جانانه است مصطفی نجفی. اکثریت تیم حورسان رو جوانان تشکیل دادن. دوباره اسماعیل پور سرویسشو میزنه، کارخانه قجومان، حمزه زرینی، اسماعیل فریاد دستش به آنتن برخورد میکنه و توپ امتیازو برای تیم چادر ملو و ارمغان میاره. کیاوش هیدر سال گذشته در همین تیم حورسان رامسر بازی میکرد، دریافت ناقص است. پوریا علیزاده لیبروی تیم حورسان زرینی توپ برگشت میزنه، پژومان، کیاوش حیدری. داور قبل از اینکه توپ به زمین بخوره امتیاز رو به تیم چادرملو داد چون خطای توره بازیکن پاکستانی تیم حورسان رو گرفت. علی عثمان فریاد، کیاوش حیدری سرویسو میزنه اوت میزنه. نظر داور درسته، یه اعتراضی هم کردن چادر ملوی ها ولی
Output. عثمان فریاد سرویس زد به لبه تور برخورد کرد و امتیاز ششم رو برای تیم هورسان و ارمغان آورد. توپش به لبه تور برخورد کرد. همه فکر بازیکنان جادو مالو فکر کردن توپ رد نمیشه ولی که رد شده در زمینه جادو مالو خوابید. همین بازی کن عثمان فریاد سرویسیو میزن سرویسیو با اوت زد. بازیکنان هورسان اعتراض داشتن به این دوباره امتیاز رو برگردون و به نفع هورسان رای داد. F5 عثمان فریاد کماکان در خط سرویس کیاوش ایدری دفاع میشه زرینی سجاد جلوداریان ناچاران توپ رد میکنه و حالا عثمان فریاد دفاع شد حمایت کردن و توپ برگشت و خطای حمله توپ رو گرفت و سابقه کار 7-6 زرینی کاپتان تیم جادر مالو سرویسو عالی میزنه جای خالی است کاپتان تیم هورسان و قاسم کارخانه شاری عالی به تشویق هواداران تیم جادر مالو هم قرار میگیره. حمزه زرینی سرویسو میزن عالی است مصطفی نجفی پاس میده شماره 18 خان مصور برای رامسر در خط سرویس سرویسو میزنه خان دریافت بعد از زرینی جلوداریان جمعش میکنه کارخانه حال خان مصور اسمکشو میزنه جابر اسماعیل پور و داور اعتقاددار مستقیم به اوت رفته توپ امتیاز برای چادر ملو دوباره دو تیم در یک امتیاز مشخص به هم میرسن. مهداد بابایی بازیکن فصل گذشته شهداب یز سوشو میزنه خود اسماعیل آروم زد آبشارشون نجفی به دستان دفاع برخورد کرد و در داخل زمین هورسان خوابی نهمین امتیاز برای تیم چادرمالو داور اخطار میده به بازیکنان ذخیره تیم هورسان که در جایگاه مشخص قرار بگیرن. مهداد بابایی جای خالی از کاپتان تیم هورسان رامسر امیر حسین درخشان خودش کاپتان تیم هورسان امیر حسین درخشان در خط سرویس میزنه زرینی مجرومان قاسم کارخانه عالی میزنه سرویس
اثبات بشه. قسم کار رو 10-9 کرد. قسم کارخانه 10-9 چاله ملو از تیم اورسان جلوه در ست اول. چه زد فازل باجیمون و به بیرون 10-10 دو تیم مساوی در ست اول. نجفی سرویس زد خانه دریافت کرد کیاوش ایدری و دفاع عالی است اسماعیل پور که دریافت ناقص کارخانه توپ دفاع شده رو به اوت. 11-10 خود نجفی سمسیو میزنه لبه تور برخورد کرد قاسم کارخانه کیاوش ایدری بازم قاسم فاضل پشیمان پاس به کیاوش ایدری دریافت کنه یه برای تیم آه از نهاد نجفی بلند میشه توپی که میشد تبدیل به امتیاز چه برای تیم اورسان اما با غفلتی که انجام دادن این بچه ها توپ در زمین خودشون خوابید. 11-11 قاسم کارخانه در خط سرویس علیزاده آبشاره قلیچ نیازی به دفاع محکم چادر ملوی ها برخورد کرد و داخل زمین خود اورسان خوابید. قاسم کارخانه سفیچه زد عالی عالی دفاع کرد عرفان نوروزی کاپتان تیم ملی جوانان کشورمون که علیزاده رو که صادقیان رو اصخایی میکنم صادقیانی رو مجبور به گرفتن وقت استراحت کرد. شروع کننده بازی کارخانه درفته ناقص از علیزاده که امتیاز چهاردهم رو برای چادر ملو به ارمغان میاره. حامزی یعقوبی با خیال راحت در کنار زمین ایستاده است. اختلاف امتیاز ببینیم تیم اورسان میتونه جبران کنه یا نه. علیزاده اسماعیل پور فاضل پشیمان پاس میده زرینی آبشارش زد به دفاع برخورد کرد حمایت از تیم کیاوش ایدری کارو تموم میکنه با آبشار عالیش. همچنان
قاسم کارخانه در خط سرویس. عثمان فریاد، خود عثمان، آبشارش باز هم به دستان دفاع برخورد کرد. داور اخطار میده بازیکنان تیم ذخیره چادر ملو. سابقه کار 16-11 اختلاف امتیاز زیاد شده، 5 امتیاز اختلاف دو تیم. کارخانه اسماعیل پور این بار به صورت جای خود. خلیچ نیازی کارخانه، پژومان، حمزه زرینی و به اوت میزنه زرینی. امتیاز 13 برای پورسان رامسر. اختلاف امتیازات رو دارن کم میکنن حورسانی ها. خالش نیازی، آرمینه، ولی نیازی سرسیو میزنه جلو، داریان، پژومان، حمزه زرینی و این بار داخل زمین هورسان جای میگیره. حمزه زرینی کاپتان ادوار مختلف تیم ملی والیبال کشورمون و کاپتان فعلی تیم والیبال چادر ملوی هر دو تیم. نوروزی شان و عثمان فریاد آبشارشو زد، بلازه گیج میشه پژومان، خود عثمان فریاد و به شونه افان نوروزی برخورد میکنه و به بیرون میره. علی عثمان فریاد اسماعیل پور سیوم میزنه جلو، داریان، پژومان، مرداد بابای در دستان علیزاده، علی عثمان فریاد. مرداد بابایی خواست صورت جای خالی رد کنه که موفق نبود. تعویض میشه مرداد بابایی با شماره 16 تیم چادر ملو، علی یوسف. یاور اسماعیل پور جلو، داریان، پژومان، چه حرکتی زد فاضل پژومان. مورد تشویق هواداران حاضر در سالن هم قرار میگیره فاضل پژومان. یواش ایداری که سرویس عالی زد، علیزاده لیبرو تیم هورسان هم اعتراض میکنه، همچنین آقای صادقیانی. خود کیاوش ایدری باز سرویسیو میزنه، دفعه با اوت میزنه، اعتراض داره علیزاده. پوریا علیزاده نمبر وان تیم اورسان،
حاضر باجیمان باید صحبت میکنه و آرومش میکنه. علی عثمان فریاد سلفیچو میزنه جلوداریان باجیمان کیاوش حیدری و به اوت میزنه. به اوت زد حیدری. نظر داور درسته. یعقوبی وقت سرعت میگیره، اختلاف امتیازات رو از 6 به 2 رسوندن. 4 اختلاف امتیاز رو جبران کردن هورسانی ها. ببینیم تفکرات کامبیزی یعقوبی مش تأثیری روند امتیازگیریه تیم چادرولو دارد یا خیر. زرینی شورش زد خوابید در زمین. سرویسو به اوت زد زرینی. خان مصور سرویسو میزنه. قلی‌زاده قاسم کارخانه علی عثمان فریاد. اسماعیل پور پاس میده به خان مصور. آبشارشو زد و امتیاز 19ام رو گرفت از تیم چادرمان. اختلاف امتیازات به حداقل میرسه. خان مصور یعقوبی تعویض داره دوباره. پارسا حیدری رو به جای قاسم کارخانه وارد زمین میکنه. وان مصور سلسو زد جلوداریان فاضل پاجومان رد شد. عالی میزنه امیر حسین درخشان کاپتان تیم هورسان رامسر. دو تیم مساوی در امتیاز 20 ست اول این مسابقه. 20-20 کامزی یعقوبی دایم استرات دومش رو هم گرفت در این ست.
خان مصور. میزنه جلو داریان. پارسا هیدری سرویس آبشارشو میزنه به دستان دفاع هورسان بخورد میکنه و به اوت میره. امتیاز 21 برای چادر مالو با دستان پارسا هیدری علی یوسف فور. فریاد علی عثمان فریاد. ببینیم نظر داور چیه. نظر داور برای اینه که توپ به اوت رفته ولی خود اورسانی ها این اعتقادو ندارن. حالا صادقیانی وقت سرات دومشو میگیر. 22-20 چادر ملو اورسان رامسر سالون آیت الله خاتمی اردکان. دفاع چادر ملو برخورد میکنه و داخل زمین خودشون میخوابه. امتیاز 23 برای چادر ملو. دوباره سال آیت الله خاتمی هیجان میگیره و اوج میگیره. علی یوسفو مصور اسماعیل پور و دستان دفاع چادر ملو توپ به اوت زد. توپ امتیاز برای پورسان رامسر. هفته 18 همه دیگه برتر والیبال کشور. کاپتان تیم اورسان امیر حسین درخشان سرشو میزنه. دریافت از پارسا هیدری. خود هیدری اینه نظر داور چیه. روی خط بود به نظر من. از اینجا باز هم کار قضاوت برای مسابقات اساس خیلی مشکله. داور توپ امتیاز به تیم هورسان داد و نظرش این بود آبشار هیدری مستقیما به اوت رفته. اعتراض کادر فنی و بازیکنان ذخیره تیم چادر ملو هم به جای خودش دیدنیه. تمام اختلافات داور به شروع بازی میده. پارسا هیدری این دفعه انتقام امتیاز قبلی رو هم گرفت و شماره 24 رو برای تیم چادر ملو برمغان. فاضل پژومان شماره 25 به زیبایی برای چادر ملو برمغان میاد. در ست شماری 1 امتیاز جلو میفته تیم چادر ملو اردکان. با اینکه اختلاف به نظر داور خیلی زیاد بود در این بازی اما از هر دو تیم بازی زیبایی رو دیدیم انصافا.
تسلیت هم میگیم، تسلیت هم میگیم خدمت آقای محسن ملت و آقای طه ملت به دلیل درگذشت آقای محمد جواد ملت، هوادار ارزنده والیبال اردکان. جناب آقای محسن ملت هم خودشون مدیر عامل تیم خاتم اردکان بودن چند سالی، خدمتشون و خانواده محترمشون خصوصا آقای طه ملت هم تسلیت میگن. امتیاز اول برای تیم چادر معلوم به ارمغان ها فان نوروزی. نوروزی سرویسیو میزنه، مسافر دریافت کرد، اسماعیل پور عرفت ناقص از نوروزی، هم زرینی توپ رد میکنه، درخشان و آبشار عالی از مصطفی نجفی. خود نجفی در خط سرویس برای تیم اوستان سرویسیو زد و توپش در زمین چادر ملو جایی نمیگیره. کیاوش ایدری سرویسیو میزنه، درخشان اسماعیل پور، نجفی توپو برگردون، عثمان فریاد توپ رد کرد، حمزه زرینی و چه سرعتی زد، خود داور هم یه لحظه توپ رو گم کرد. یواش هیدری شروع کننده بازی در این امتیاز. پشت در زمین اورسان جای نمیگیره. آلیچ نیازی سرویسشو زد و به اوت هم زد، خودش اعتقاد داشت به توپش داخل خوابیده ولی دور نبود. کاپتان حمزه زرینی سرویس برای تیم خورسان رامسر، سرویسیو میزنه، سجاد جلوداریان، جای خالی از فاضل پژومان و امتیاز پنجم برای چادر مالو. یوسف فور، علی عثمان فریاد و دریافت ناقص او که امتیاز ششم رو برای تیم چادر ملو برمقام میاره. هواداران هم علی یوسف رو تشویق میکنن، بازی کنید که در نیم فصل اول چند هفته ای رو خاطر مسئولیت در کنار تیمش نبود. دریافت بعد از یوسف فور، کارخانه توپ رو رد میکنه،
اسماعیل پور، درخشان، علی عثمان فریاد و عالی میزنه عثمان فریاد. علی عثمان فریاد در خط سرویس برای تیم اورسا. سرویسو میزنه کارخانه، فاضل بجومان، خود کارخانه با پنجه توپ رد کرد، دست کود بخوابه و تلاش نجفی نخوابی، خود کارخانه باز هم این دفعه هم توپ خوابون. قاسم کارخانه، فرزند آقا مصطفی کارخانه، که از پیش کسوتان ارزنده والیبال کشور. پجومان، نجفی، آن مصور بود که آبشارش خوابید و امتیاز پنجم رو برای تیم هورسان برمغان آورد. قاسم کارخانه واقعا امروز تا اینجای کار کارخانه عالی بازی کرده. نجفی آبشارش رو زد، به دستان دفاع برخورد کرد و توپ در زمین هورسان خوابید. قاسم کارخانه سرویسو میزنه، نجفی، خود نجفی و دفاع میشه نجفی، دفاع عالی است کیاوش هیدر. قاسم کار 9-5 و نفع چادر مالو. وقت استراحت میگیره صادقیانی. که پسند اصفهان هم توانسته یک ست از مصر افسنجان بگیره و شختر بیاز هم رو که گفت. بازی پیکان تهران و طبیعت اسلام شهر هم ساعت 6 در تهران برگزار میشه. قاسم کارخانه تور مانه از عبور توپش میشه. درخشان کارخانه دریافت کنه، عرفان ناروزی به دستان دفاع هورسان برخورد میکنه به بازی. تعویض برای تیم هورسان، محسن سفیدابی زمین میاد و آرمین قلیچ نیازی است، این به بیرون میاد. نوروزی سرسیو میزنه، درخشان برای نجفی، علی یوسف‌پور، عثمان فریاد دریافت کرد، خود عثمان فریاد، سفور پاس میده به حمزه زرینی و توپ و امتیاز برای تیم هورسان. توپ داشت به بیرون میرفت که به دستان کیاوش هیدری برخورد. نجفی در خط سرویس، تور
مانه از عبور توپش میشه. کیاوش هیدری هم توپش در زمینه، بورسان جایی نمیگیره. سفیدابی، کارخانه و جومان برای حمزه زرینی، درخشان دریافت کنه اسماعیل پور. کیاوش هیدری توپ برگردون خود اسماعیل پور، درخشان باز هم اسماعیل پور، ببینی کارو تمام میکنه یا نه. جلوداریان پاس میده به کیاوش هیدری و درخشان. علی عثمان فریاد این بار کارو برای هورسان تموم کرد و امتیاز این رالی جذاب رو به نام هورسان. محسن سفیدابی، سفیدابی میزنه، کارخانه، کیاوش هیدری، توپش به دستان دفاع بورسان برخورد میکنه و به اوت میره. توپ و امتیاز برای چادر ملو، کاپتان تیم چادر ملو میره واسه سرویس زدن. امیر کرمی هم که در بازی با فولاد سیرجان از ناحیه مچ پا بیچاره مصدومیت شد، چند هفته ای نمیتونه تیم چادر ملو رو همراهی کنه. زرینی توپش به اوت میره، دوازده ده. اسماعیل پور سرویسو میزنه، کارخانه دریافت بعد و مصور تمومش میکنه. خان مصور، صدای تشویق بازیکنان ذخیره تیم هورسان سالن رو پر میکنه. اسماعیل پور در خط سرویس برای هورسان. اوت، توپش به اوت میره. تلاش هواداران اردکانی به ثمر نشست. یوسفو عثمان فریاد، اسماعیل پور عالی میزنه آبچارشو، جا بره اسماعیل پور. علی عثمان فریاد در خط سرویس برای هورسان، سرویسشو میزنه حمزه زرینی، کیاوش هیدری چیکار میکنه؟ خان مصور در سطح دوم تعویض داره، کامبیزی یعقوبی، مشتبه قلی‌زاده به جای قاسم کارخانه زمین میاد. فریاد در خط سرویس برای هورسان. توپش در زمین چادر ملو، جا نمیشه.
پجومان پاسور تیم چادم علوی اردکان سلسیو میزنه علیزاده خان مصور عالی داره بازی میکنه یکی از تعویض‌های طلایی صادقیانی به حساب میاد خان مصور در این ست ترکیب اولیه بود از ترکیب ست دوم از ترکیب بیرونش گذاشت و حالا دوباره برش کرده به ترکیب زرینی دریافت ناقص میکنه مشتبه قلیزاده خود خان مصور توپ رو جمع میکنه اسماعیل پور و سجاد جلوداریان که نتونست دریافت خوب داشته باشه و در نهایت توپ به اوت میره خان مصور به لبه توپ برخورد کرد نورزی دریافت کنه کیاوش ایدری دفاع شد اما قلی‌زاده برگردون باز هم دفاع میشه بجومان کیاوش هیدری و این دفعه دریافت ناقص از عثمان فریاد امتیاز 15 رو برای تیم چادر ملو برمغان میاره دو تیم دوباره در امتیاز 15 با هم برابرن در ست دوم قلی‌زاده سرویسو میزنه عثمان فریاد چی آبشاری میزنه بازیکن پاکستانیه تیم اورسان عثمان فریاد جلوداریان کیاوش ایدری و دفاع محکم هورسانی ها ۱۷-۱۵ هورسان جلو میفته میزنه زرینی آبشاری که به دستان دفاع هورسان برخورد میکنه و به اوت میره این امتیاز برای تیم چادر ملوی عرفان نوروزی علیزاده درخشان سفیدآبی آبشارشو زد و شادی جالبی هم میکنه علیزاده هم رفعه تبری هم شادی ها اونجا می فتنه بشه در سالن ها وقتی یک تیم میهمان توپ امتیاز برای چادر مالو کیاوش ایدر کیاوش ایدر قمری درخشان علی عثمان فریاد و کار این توپو تموم کرد با چرا عالیش
سفیدابی در خط سرویس برای تیم اورسان 19-17 نتیجه کار تا اینجای کار در ست دوم. در ست چماری یکی چادر ملو جلوه زرینی به صورت جای خالی درخشان علی عثمان فریاد و دفاع عالی است فاضل پشومان و علی یوسفی. تعویض برای تیم چادر ملو ایمان طالعی، جوان بومی، جوان بومی و بازیکن خوش آتی اردکانی که امسال در لیگ برتر در خدمت تیم چادر ملوی اردکانه. بازیکن بومی اردکان یکی از استعدادهای ناب اردکانی ایمان طالعی. توپ امتیاز برای هورسان. اسماعیل پور در خط سرویس برای هورسان رامسر. سرویسشو به اوت میزنه جابر. علی یوسفو سرشو میزنه عثمان فریاد درخشان. یه تبادلی دارن با هم درخشان و نوروزی که نهایت توپ از زمین چادر ملو میخواد. عثمان فریاد سرویسو میزنه دریافت عالی از طالعی نوروزی و دستان دفاع تیم هورسان که توپو به اوت میزنه. فاضل پشومان درخشان اسماعیل پور و توپش از دفاع محکم چادر ملو رد نمیشه. نوروزی حساب کار رو برابر کرد با دفاع عالیش. 21-21 پشومان تبری درخشان سرویس خوب نزد جابر اسماعیل پور. پاسشم خوب نبود. چادر ملو حالا یک امتیاز پیش میافته از تیم اورسان در این سطح. یک امتیاز صادقیانی رو مجبور به گرفتن وقت استراحت میکنه. جا 7 دقیقه از شروع این بازی میگذره و در ست چماری یک ست چادر ملوی اردکان گرفته و در جزاد ست دوم 22-21 چادر ملوی جلوه. دفاع عالی، عالی دفاع میکنه مشتبه قلی‌زاده و عرفان نوروزی. داور اخطار میده به بازیکنان ذخیره تیم چادر ملو. تعویض برای تیم هورسان. عمران کوچلی به زمین میاد و همچنین سید حسین زمانی. و
پاجومان عمران و سفیدابی مصفر در خط سرویس برای هورسان جلوداریان دریافتش ناقصه کیاوش ایدری قلی زاده توپ رد میکنه خود قلی زاده بازه هجومان باز بده و به اوپ میره توپ قلی زاده و باز هم 23 بر 23 امتیازات برابر میشه وقت استراحت دوم تیم چادر مالو شهردار رومیه یک سته دیگه هم از هم شهریه چادر مالو گرفته و از به کار دو بر صفره در سه چماری بریم ادامه این رالی جذاب رو ببینیم واقعا بازی هیجان انگیزی شده واسه هوادارا خان مصفر در خط سرویس برای اورسان طالعی نوروزی شادیه جالبه تاله ای رو هم دیدیم کمان بومی کمان با غیرت ترده کنه ایمان تاله ای تعویض میشه با حمزه زرینی کاپتان میاد داخل زمین و پارسا هیدری هم از زمین بیرون میاد و جای خودشو به کیاوش هیدری میده اشتباه قلی زاده در خط سرویس برای چادر مالو 24 بر 23 ست دوم اردکان سالون آیت الله خاتمی داور دستور به شروع بازی میده قلی‌زاده سرویسو میزنه عمران امتیاز 25 برای چادر ملو با دستان عرفان نوروزی در ست شماری 2-0 چادر ملو جلو میفته
زنفل برای چادر ملو با دستان عرفان نوروزی کاپتان تیم ملی جوانان کشور ولیزاده سرسیو میزن نجفی و باز هم نوروزی با ولیزاده نجفی درخشان نتونست خان مصور علیزاده سفیشو میزن نجفی دریافت قداش بین آفشارش چجوریه مستقیم به اطرف شماره چهار روی تابلو نتایج برای تیم چادر ملو به نمایش در میاد تعویض میشه کاپتان تیم امیر حسین درخشان با پاسور دوم این تیم عمران کوچیلی حسین عمران نوروزی زرینی توپش به دستان دفاع بورسان برخورد کرد و به اوت رفت 5-0 صادقیانی رو مجبور می کنن به سرعت بگیره علیزاده عالی میزنه نجفی هجومان حمزه زرینی و داور اعتقاد داره به دستان نجفی برخورد نکرده و مستقیم توپ زرینی به اوت رفته امتیاز 1 برای تیم اورسان خان مصور جلوداریان پشومان نوروزی دفاع میشه نوروزی باز کیاوش ایدری پشومان جلوداریان پاس میده به زرینی و دفاع عالیه تیم اورسان امتیاز دوم رو برای تیم خودش برمغان میاره خان مصور در خط سرویس جلوداریان پشومان کیاوش ایدری و توپی که به دستان دفاع اورسان برخورد کرد و به اوت رفت
رام اسماعیل پور کیاوش هیدری چالش زد علی عثمان فریاد و عطا گرفت از این بازی کن تو پشت خط یک سفر هیدری و دفاع عالیه که به قرصان مانع از گرفتن امتیاز برای تیم چادر ملو میشه. نجفی سرویسشو میزنه، دریافت بعد از قلی‌زاده که احساس ناراحتی هم میکنه در گیر پا. نجفی سرویسشو میزنه، قلی‌زاده، پشومان، حمزه زرینی. نجفی سفید آبی توپ رد میکنه، قلی‌زاده و دستان عثمان فریاد بود که توپ به اوت زد. کاپتان زرینی در خط سرویس برای تیم چادر ملو سرویسشو میزنه و تو مانع از عبور توپش میشه. سرویسشو زد آب سفیدی و شبا قلی‌زاده که به اوت میزنه، حساب کار 9-7. زرینی و جومان اشتباه قلی‌زاده توپو برگردوندن به چه زیبایی و چه سختی. کیاوش هیدری، اسماعیل پور، خود اسماعیل پور، هیدری دریافت کنه، پشومان توپو برمیگردونه به زمین اورسان توری، اسماعیل پور، یوسفو. ببینیم این دفعه میشه کار تموم کنه و هجومان فاضل
پاسور تیمه. چادر ملو کارو تموم کرد. مقانا زیبا بودیم حرکت. یوسف فور در خط سرویس برای چادر ملو. امتیاز برای هورسان. کوچیلی سرویسو میزنه و به دستان بازیکنان چادر ملو برخورد میکنه و به اوت. چو میزنه زرینی پجومان کیاوش هیدری. آبشارش به دستان دفاع پجومان علیزاده و ببینه عمران با بلند میکنه تمری توپ رد میکنه جلوداریان پشومان حمزه زرینی باز هم تمری نتونست توپ خوب جمع کنه. عمران کوکچیلی تمری کوکچیلی علی عثمان فریاد توپش به لبه توپ برخورد کرد. سرعت بگیره صادقیانی عثمان فریاد پجومان توپو ببینیم میتونه برگردونه زرینی و موفق نبودن هرچند تلاش زیادی کردن. مورد تشویق هواداران قرار میگیرن حمزه زرینی و فاضل پجومان. 14-10 حساب کار تیم تو به اینجای کار. تمری نجفی توپش داشت میخوابید جلداریان توپ رو برگردون. عثمان فریاد و توپی که در زمین چادر ملو خوابید. Thank you.
اسماعیلی، اسماعیل پور، حالا کیاوش حیدری و موفق. فریاد عمران و حالا نجفی که موفق شد امتیاز رو بگیره. طالعی دومی اردکانی به زمین میاد برای تیم چادر ملو، سرچو میزن، آروم میزن سفید آبیگ، علی عثمان فریاد و امتیاز 14 رو برای تیم بورسان برمغان میاره. سفید آبی در خط سرویس برای تیم سفیو میزنه، تالهی دریافت میکنه، پژومان، یوسف فور و توپش در میانه زمینه. پورسان میخواد در خط سرویس برای دوستان، سرچو میزنه و تور مانه از عبور توپش میشه. 5 اختلاف امتیاز. خوابید، پژومان دیر رسید به این. عثمان فریاد در خط سرویس برای هورسان.
مشتبه قلیزاد در خط سرویس برای چادر ملو. امیر حسین خانی آفشارش خوابید در زمینه چادر ملو. زرینی و توپش به اوت رفت. زرینی بسخواهی میکنم من وقت سرعت بندی میگیره یعقوبی. سبر به اوت میره و امتیاز 22 رو برای چادر ملویا برمقام میاره. چادر ملویا دارن بازی رفت رو جبران میکنن. نوروزی خانی سرویسیو میزنه قلیزاده زرینی و توپ و امتیاز برای چادر ملو. دیگه بازی شور و شوق خواست خودشو از دست داده و بازی یک طرفه داره پیش میره به سمت چادر ملو. کیاوش ایدری اشتباه فاحشی میکنن حسانی ها و آخرین امتیاز این بازی رو شاید برای تیم چادر ملو خواهیم دید. چادر ملو یک امتیاز دیگه میخواد تا پیروزی در این بازی و دستان رافع طبری این یک امتیاز هم به دست میاد. برد ارزشمنده تیم چادر ملوی اردکان رو تبریک میگم خدمت هواداران ارزنده والیبال اردکان، بلخص هواداران تیم چادر ملوی اردکان و تمام زحمتکشان این تیم، سربیاقی کامزی یعقوبی سرپرست.